سلام، حالا احوالتون چطوره؟ عرض کنم حضورتون، اگه یادتون باشه وقتی شیخ فری تازه سر از صندوق در آورده بود و خواب از لب و لوچه مماشاتیا سرازده بود، برای بچه های موشکاف یه فیلم از شیخ فری رو کردم، یادتون هست؟ آخه من یک شیخم فری روحانی، دوم حاج اکبر کوسه شدیدن جانی. من یک شیخم فری روحانی، دوم حاج اکبر کوسه شدیدن جانی. بله، هی گفتین بابا طرف جانیه، شدیدنم جانیه، مونتا یه درو بوی نفت مست کرده بود و گوششون به این حرفا بدهکار نبود. گذشت و گذشت تا دوریالی جناب بانکیمونم افتاد و تو گزارشش گفت بابا آبی از این شیخ فری گرم نمیشه. آخوندا وقتی دیدن تق جنس بنجلشون در اومده و مشتری پشتری یختی، جمعیان فیوز پروندن و افتادن به وقوق. رئیس مجلس شورای اسلامی گزارش اخیر دبیر کل سازمان ملل ضد ایران را ناسپاسی از تلاش‌های ملت ایران در مبارزه با مواد مخدر و نفاق مدرن دانست و گفت خیلی غلط کرد، گفت خیلی بیجا کرد، گفت میخوام 100 سال سیاه نگه. مردی که با اون ریشای زنگ زدهش توقع داره دبیر کل سازمان ملل بیاد نعلین سید علی و عمامه شیخ فری رو ماچ کنه، بگه قربونتون بچسبم با این همه اعدام، بعدم واسه مصرف آمریکا و اروپا سفارش تریاک عظمانشون بده. ها همین به نظر میرسه دیگه، نه؟ البته جناب بان هم داشته باشه که نتیجه کوتاه اومدن جلوی وحوش چیه. نظر میرسد آمریکا متوجه شده است در مذاکرات هسته‌ای چیزی برای گفتن ندارد، لذا به عوامل خود گفته تا فضاسازی جدیدی بکنند تا در فضای غبارآلود بتوانند مذاکرات را از مسیر خود خارج کنند، مثل برخی حرف‌های مقامات انگلیس در روزهای اخیر در پارلمان قلابی رژیم صهیونیستی که این روزها به سیرک سیاسی با مزگان ناهوشیار بدر شده است. مقامات آمریکا و سازمان ملل بدانند که آنها عامل به هم زدن مذاکرات هستند و باز نگویند ایران میز مذاکرات را ترک کرد. از این تهدیدا نکن، قلب پنجه به علاقه یک ضعیفه. اگرم میخوای بکنی لااقل به سید علی بگو عواشو بکشه رو زانوهاش که زانوهای خونیش پشت میز مذاکره معلوم نشه. آخه بدبخت، تو اهل ترک میز مذاکره ای؟ اون که ولی فقیهته جلوی میز مذاکره پهن زمینه، دیگه تو کیش میشی؟ کاری که وزارت خارجه ما و مسئولین دولتی ما شروع کردن این کار ادامه پیدا خواهد کرد. ایران نقض اونچه را که قرار گذاشته است و عهد کرده است رو نخواهد کرد. بله اینطوریه، تحریم نه فقط بابای سید علی بلکه بابای شیخ فری و لاریجانی و باقی اراذل اوباش نظام هم در آورده. اینها ببینید لاریجانی دو قدم بعد چجوری فیگور ریاست مجلسیشو کنار میذاره و یهو خودشو وسط طویله حس میکنه. این خیلی بی صفتی و بی وجدانی است. به نظر میرسد در مقابل تکرار این گونه گزارش های سازمان ملل باید در قانون و نحوه عمل مبارزه با مواد مخدر تجدید نظر نمود و بگذاریم این مغزهای علیل در سازمان ملل خودشان با مواد مخدر مبارزه نمایند. این ظلم و دغلکاری تحت یک فضاسازی فرهنگی و سیاسی سازمان یافته است که همان نفاق مدرن است. حالا شما فیس شیخ فری رو تصور کنید که از یه طرف دنبال زهرخورونه، از طرف دیگه افسانه اعتدالش به فنا رفته. نگفتم شیخ فری؟ نگفتم دستت می‌لرزه؟
نگفتم دور دور قر و قنیش اعتدال و این حرفا نیست؟ حالا بخور بخور که تازه اولشه. زهرو میخوام بریزم تو گلوی اوجوم جونم، دستام میلرزه میترسم که نتونم، میدونم که تو بازی هیچ شانسی دیگه نداری، دو جورشم یه جوره باز خواب فرار بذاری. آخه من یک شیخم فری روحانی، دوم حاجی اکبر کوسه شدیدن جانی، من یک شیخم فری روحانی، دوم حاجی اکبر کوسه شدیدن جانی، من یک شیخم شیخم، من یک شیخم. کجا بودم قدیما تو حوض ما بی جامه، تو جبهه خمینی آره پاسداری با امامه، یه روزی با جاک شیر خود و بیلگون و قراری داشتی، مذاکرات منفی واسه بمب اتم میذاشتیم، چه روزگاری داشتیم حالا دیگه تمومه. ولی من یک شیخم فری روحانی، دوم حاجی اکبر کوسه شدیدن جانی، من یک شیخم فری روحانی، دوم حاجی اکبر کوسه شدیدن جانی، من یک شیخم شیخم.